اکتوال ما شما فهمیدیم که لیمپ لید 6 لید است 1, 2, 3 AVR, AVL, AVF لید 1, 2, 3 ستاندرد لید است و با وصل شدن است ترینگل جاد میشن کمری لید 1 در سه چپ است کمری لید 2 در پای چپ است کمری لید 3 در پای چپ است کمری لید AVL در دست چپ است کمری لید AVF در پای چپ است کمری لید AVR در دست راست است چیز خیلی متفاوت است چرا در یک دست دو کمره است؟ در یک دست دو کمره است خاطر است که این کمره ها با هم زاویهش متفاوت است شما ببینید یک عکس شما تو فرض کنید یک کمره شما تو قرار داده یک کمره نه تو قرار داده این کمره این طرف میگیره این کمره این طرف میگیره یا یک مثال دیگه ساده در یک اتاق نهایت تاریک شما یک گروپ روشن میکنید گروپی که روشنی داره به طرف بالا قرار میدین سقف برتون روشن میتن وقتی که گروپ در اینجا قرار بدین و این تنها سقف بر شما روشن میسازه و اگر این گروپ شما به این شکل قرار بدین این ناحیه را برتون روشن میسازه با وجودی که در یک ناحیه موجود است زاویه از این خاطر مهم است زاویه از این خاطر مهم است اگر مشکل در اینجا پیدا شود ممکن این کمره خوبتر بگیره ممکن این کمره چی گرفته نتونه چرا؟ چون حال ما شما میبینیم حال ما شما وقتی اینی خطوط پاک میکنیم به شکل یک ساحه دیدی رو میبینیم ساحه دیدش ما شما یک ساحه دید اگر ایجاد کنیم با معذرت ما میخوایم این خطوط پاک کنم یا نمیخوایم خطوط پاک کنم یک چیز دیگه در اینجا نشته میکنم شما اینو فرض کنین یک جسم دارین به این شکل برای از یک کمره در اینجا قرار دادیم یک کمره در اینجا قرار دادیم یک کمره در اینجا قرار دادیم یک گروپ از گروپ یک کمره را در اینجا به شکل قرار دادیم یک کمره را در اینجا به شکل قرار دادیم یک گروپ از فکر کنیم یک جسم دارین در یک تاریکی سرازی لایتنگ میکنیم مثل که شما در روسی رفته باشین سر روز و داغمات لایتنگ میفته همه جای تاریک یک دفت لایتنگ میفته هر مانه که لایتنگ میفته اون جای روشن میشه از نوعی مختلف لایتنگی که از این قسمت بفته ممکن اینه که ساحه را بر شما روشن بسازه هر مشکلی که در اینجا باشه اینی لایتنگ اگر روشن شوه معلوم میشه لایتنگ که ایجا بفته ممکن نبقه ساحه را به شما روشن تر بسازه لایتنگ که از ایجا بفته ممکن نبقه ساحه را به شما روشن تر بسازه لایتنگ که از ایجا بفته ممکن نبقه ساحه را به شما روشن تر بسازه چرا این مهم از در ECG فکر کنین ای لیدز است شما ایتا فکر کنین ای لید یک است شما فکر کنین لید دوست فکر کنین ای ویف است ای لید سه است اگر یک سوال بسیار ساده مشکل در اینجا موجود باشه آیا این کمره گرفته میتونه این مشکل را؟ نه خیر چون هیچ ساحه دید اینجا به این نداره این خواهی عبور کرده نمیتونه نفوذ کرده نمیتونه اگر یک مشکل در اینجا موجود باشه آیا باز این کمره گرفته میتونه این مشکل را؟ نه خیر از این خاطر شما ضرورت دارین به کمره های متعدد در ECG شما فکر کنید این قلب است قسمت مختلفه این قسمت سفلی قلب است این قسمت قدامی قلب است اگر مشکل در سفلی باشه این کمره چطور ایره بگیره این نرمال است اونجا مشکل موجود نیست مثل که شما یک کسی فکر کنین یک کسی یک موتر داره پیشروی بانت موترش خراب شده یا پیشروی موتر گروپاش خراب شده و شما عکس موتر از پشت سر بگیره آیا مشکل قسمت پیشروش معلوم میشه نخیر شما وقتی معلومات کافی درباره موتر می داشته باشید که از تمام نواحی بگیرید از این خاطر زاویهش بسیار مهم است از این خاطر زاویه مهمه و این زاویه چطور تعیین میشه حالا من میگم درباره زاویه ما تمام صدر از این جایی تو برات بگیرم بهتر از دومش که بیخی خوبتر بیه از این جایی بگیرم اگر ما کل قسمت تو فکر کنین که یک دایره بگیره دایره متاسفانه در بالا قطع است وصل نمیشم اتو فکر کنیم که شما یک دایره برقی
شما اینطور فرض کنین که دست چپتان در زاویه 0 درجه است. این کدام رنگ کار بگیریم؟ کدام رنگ؟ کدام رنگ؟ کدام رنگ؟ این رنگ. اگر شما فرض کنین 0 درجه است. 0 درجه است. و ای در دایره و ای طرف 180 درجه است. زاویه هایی که ما شما در دایره رسم میکنیم و ای در 90 درجه آمده. این طرف در منفی 90 است، زاویه بالا بالا منفی 90 درجه است. ما کمره ها را ثبت کنیم، کمری لید یک در 0 درجه است، کمری لید ایویل این طرف است، این طرف این طرف است در منفی 30 درجه است، کمری لید دو پایین میم پایین میم 45 45 پایین میم بیایم در مثبت 60 درجه است، کمری لید ای وی اف در مثبت 90 درجه است، کمری لید سه این طرف در زاویه میم 90 100 100 110 110 در 120 درجه است، کمری لید ای وی آر از این طرف میم منفی 30 منفی 90 منفی 150 درجه است. حالا ما شما فهمیدیم لمس لید داریم، لید یک دو سه ایویل ایویف ایویار، کمره لید یک 0 درجه، کمره لید دو 60 درجه، کمره لید سه 120 درجه. چی فهمیدیم؟ کمره لید یک 0 درجه، کمره لید دو 60 درجه، کمره لید سه 120 درجه. خیلی بینش فقط 60 درجه است، یک در 0 دو در 60 سه در 120. کمری لید ایویل در منفی 30 درجه، کمری لید ایویف در مثبت 90 درجه، کمری لید ایویار در منفی 150 درجه. چی فهمیدین در این؟ فرقشان 120 درجه است. منفی 30 جمع 120 90 درجه، منفی 30 جمع منفی 120 منفی 150. یعنی فرق بین کمره های augmented 120 درجه است، فرق بین کمره هایی که در standard قرار دار 60 درجه است. هیچ در یاد ما نره لمس لید 6 کمره است، لید 1 2 3 AVR AVL AVF. کمره لید 1 در کجاست؟ کمره لید 1 در کجاست؟ کمره لید 1 در کجاست؟ در دست چپ، دست چپ. کمری لید دو در کجاست؟ در پای چپ. کمری لید سه در کجاست؟ در پای چپ. کمری لید ایویل در کجاست؟ در دست چپ. ایویف در پای چپ. ایویار در دست چپ. چارج مثبت یک در کجاست؟ در دست چپ. منفیش دویست خیلی در دست راست است. چارج مثبت دو در کجاست؟ جایی که کمره است. در پای چپ. منفیش خیلی می در دست راست است. چارج مثبت سه در کجاست؟ در پای چپ. خیلی منفیش می در دست چپ است. ایویل چارچ مثبت، چارچ ایویل ایویل. چیزی که ما متوجه می سازیم کمری لید یک زاویه چند است؟ 0 درجه، 2 60 3 120 درجه، ایویل منفی 30 درجه، ایویل مثبت 90 درجه، ایویل منفی 150 درجه. چرا اهمیت داره؟ این کمره از این طرف این آیه رو می گیره، این کمره این آیه رو می گیره. اگر شما ایتو فرض کنین ایتو یک جسم میره قرار رو بتین، ما شما ایتو یک جسم اگر قرار بتین آلیر ایتو یک جسم قرار بتین، این کمره این آیه رو می گیره، 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 این کمره از این آیه می گیره. و همیشه که ببینین شما معلومات کافی درباره یک جسم دارین. بعد از این ما شما بحث دیگر این به ما کافی نیست، چون قلب یک ارگان نهایت مهم است، اندکترین اشتباهش برای ما قابل پذیرش نیست. یک چیزی دیگر را یادآوری میکنم، وقتی که ما کمره لید یک را میسازیم ما ضرورت داریم با چارچ مثبت در اینجا و چارچ منفی در دست چپ. وقتی که کمره ایویل جور میشه، وقتی که شما این سه لید را وصل کردیم چارچ منفی در خودش ایجاد شده، تنها یک چارچ ضرورت داریم، یک چارچ ضرورت داریم. از این خاطر استاندارد لید را به نام بای پولار لید سام میگن، به نام بای
polar leaves. یعنی دو قطب دارن و این لید ها را به نام یونیپولر میگن. یعنی یک قطب ضرور است، قطب دیگهش تیار هست. وقتی که ما شما ایره فهمیدیم، ما شما میریم درباره چست لیدز.